بیماری که باعث تقویت سیستم دفاعی بدن میشه. سلام به همه شما دوستان و همراهان همیشگی ما، امیدواریم حالتون خوب باشه و از کامنت های بسیار زیباتون تشکر میکنیم. فرش اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. بله این درسته، بیماری که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه و باعث درمان حتی بیماری ها هم میتونه باشه. خب ما از دو تا زاویه بهش میپردازیم. یکی این که از نگاه طب ایرانی هر فصلی داره یک مزاجی هست. فصل تابستان، فصل بهار مزاج گرمتری دارن. تابستان گفته میشه مزاجش گرم و خشکه، بهار مزاجش گرم و تره و پاییز مزاج سردی داره. یعنی میخوایم بگم این سردی هوا باعث میشه تا ما غلبه سردی تو بدنمون بیشتر میشه، چون تکثیر ویروس ها و باکتری ها تو این فصل راحت تره، یعنی تو این محیط بهتر میتونن تکثیر داشته باشن. اما در فصل بهار و تابستان هم این گرمایی که وجود داره به تن ما هم اثر میذاره و ما بدن گرمتری از لحاظ مزاجی خواهیم داشت، پس بستر اونجا مناسب نیست. این یه زاویه است که مزاج فصل ها رو جسم اثر میذاره. از یه زاویه دیگه هم میشه بررسی کرد. حالا تو این فصل سرما اگه به افراط استفاده کنیم غذاهایی که مزاج سردتری دارن، مثل دوغ، ماست، مرغ، گوشت گاو یا برنج به افراط، غلات بدون سبوس، همه اینها باعث میشن ما غلبه سردیمون تو تن بیشتر بشه. اینجاست که یک بستری بسیار مناسب برای تکثیر ویروس ها و باکتری ها ایجاد میشه. خب حالا ما چی کار میتونیم بکنیم که هم از فواید سرماخوردگی که اگه براتون بگم که تو این ویدیو در ادامه میگم چه فواید بی‌نظیری داره، هم از فوایدش استفاده کنیم و هم اینکه کارمون به مصرف آنتی بیوتیک نرسه. چرا اینکه اگه ما آنتی بیوتیک استفاده نکنیم پاتن اون ویروس تو بدنمون درست میشه و اگه بار دیگه گرفتار سرماخوردگی بشیم بدنمون خیلی راحت‌تر با این ویروس ها مقابله میکنه بدون اینکه داروی مصرف کنیم. چند تا راهکار طبیعی بهتون میگم، تجربه شده است، بارها استفاده کردیم و نتایج مثبت اون رو دیدیم. دوستان در این فصل غافل نشیم از سیر سیاه یا سیر معمولی در صورتی که در اختیار نداشتید، اما سیر سیاه فوق‌العاده است، برای اکثر مزاج ها مناسبه، همه افراد میتونن استفاده کنن با خیال راحت، عارضه‌ای براشون نداره. چون خیلی ها از این موضوع شکایت دارن که من سیر که میخورم دچار سردرد میشم یا دچار تپش قلب میشم، بهم نمیفته. اما سیر سیاه طی اون فراوری که روش انجام شده، تخمیری که روش انجام شده، این مشکلات رو نداره و با یک طبع بسیار متعادل میتونه به عمل کرده بهتر سیستم دفاعی بدن کمک کنه. سیر سیاه حمایتگر سیستم دفاعی بدنمون هست و هم باعث افزایش آنتیبادی های بدن میشه، تعداد گلبول های سفید رو بیشتر میکنه و همون منجر میشه به اینکه بیماری ها سریعتر درمان بشن. چون همه سرماخوردگی ها در ابتدا دلیلش ویروسه، اما وقتی که درمان نمیشه و سیستم دفاعی بدن ما ضعیف هست، این باکتری ها هم از این شرایط سوء استفاده میکنن و شروع میکنن به تکثیر و بعد میشه گلودرد های عفونی، سینوسیت های عفونی و مشکلات بعدی که درست میشه. لیمو ترش غافل نشیم، حتما به محض اینکه احساس کردیم داریم سرما میخوریم، حس سرمامون داره میشه، بالاخره خود فرد متوجه میشه داره سرما میخوره. ما اونجا اکثرا توصیه میکنیم یک دم نوش دارچین و زنجبیل میل کنید. اگه کاپینگ براتون مقدوره و میتونید انجام بدید، یه کاپینگ انجام بدید سرشونه هاتونو. یه شربت عسلی درست کنیم که داخلش لیمو ترش داشته باشه و دو تا حبه سیر رو هر 4 ساعت شروع کنیم به استفاده، که این کمک کننده است و باعث میشه بیماری جمع بشه و دیگه همون آنن بیماری درمان بشه. پس گفتیم عسل، لیمو ترش تازه که ویتامین سی فراوانی داره و باز هم حمایتگر سیستم دفاعی بدن هست، در کنار همه این موارد از دمنوش ها کمک بگیریم، مثل دمنوش آویشن که نام علمیش دوستان براتون گذاشتن، مثل دمنوش پونه. اینها ضد عفونی کننده هستن، بدن رو گرم میکنن و از سیستم دفاعی بدن برخلاف داروهای مسکن شیمیایی حمایت میکنن به جای اینکه تضعیفش کنن.
خب دمنوش ها رو به چه شکل استفاده کنیم؟ دمنوش ها هم مثل آنتیبیوتیک ها باید یه ساعت مشخصی داشته باشه. مثلا هر 6 ساعت یا صبح، ظهر، غروب و شب. یعنی روزی 4 فنجان به طور مرتب استفاده بشه تا کاملا سرماخوردگی درمان بشه. میتونید آویشنتون رو با پونه ترکیب کنید. میتونید همراه آویشنتون کمی ختمی هم بهش اضافه کنید که دوستان نام علمیشون رو گذاشتن و جای نگرانی نیست. چون خیلی شما عزیزان کامنت گذاشته بودید که ما نام علمی این گیاهان رو نمیدونیم. اگه کمی دقت کنین تمام گیاهانی که من میگم نام علمیشون رو براتون میذارم. و اینکه بخور داشته باشیم، بخور هم بهترین و ساده ترین راه برای درمان سرماخوردگی هست. به شدت ضدعفونی میکنه دستگاه تنفس و چون شروع سرماخوردگی و تکثیر ویروس ها از راه دستگاه تنفس و دهان هست. شما با بخور دادن راه دستگاه تنفس رو ضدعفونی میکنید و کار به جای باریک کشیده نمیشه و انواع عفونت ها مثل عفونت ریه پیش نمیاد. یا اینکه کمی نمک مزه مزه کنیم. نمک طبیعی منظورم هست، یا با آب ترکیب کنیم و این مزه مزه کردنش خیلی کمک میکنه. انار تو بحث مشکلات عفونی عالی عمل میکنه که به زودی ویدیو لانگش رو براتون میذاریم که قطعا شگفت زده خواهید شد که ما بیماری های بسیار زیادی هست که فقط با انار درمانش میکنیم. تو این قسمت هم شما یه انار درست رو توی فویل بپیچین بذارید داخل فر، یا اینکه روی شعله پخش کن بذارید و خوب بچرخونید تا محتویات داخلش پخته بشه، با عسل میکس کنید و میل کنید تا خوب شدن کامل. انار رو به این شکل استفاده کنید که عفونت ها رو به صورت جدی و ریشه‌ای درمان میکنه. اما بخش جذاب این ویدیو، سرماخوردگی چه خوبی میتونه داشته باشه و چه فوایدی میتونه داشته باشه؟ در سرماخوردگی ها سیستم دفاعی بدن ورزیده تر میشه، هوشمندتر میشه، چون داره با اون دشمن میجنگه و تمام توان و نیروشو داره به کار میبره تا این ویروس ها رو خونسا کنه. اما متاسفانه ما با سبک زندگی و لایف استایلی که داریم و استفاده از آنتی بیوتیک های شیمیایی، گاهی وقتا ما آنتی بیوتیک استفاده نمی کنیم ولی مواد غذایی که داریم استفاده می کنیم داخلش آنتی بیوتیک هست، مثل لبنیات، مثل گوشت مرغ. اینها چون به اون حیوان مجبور هستن، بدنشون عفونت میکنه در اثر نگهداری نادرست، بهشون آنتی بیوتیک تزریق میکنن و در نهایت این آنتی بیوتیک وارد شیرشون میشه، وارد گوشتشون میشه و ما هم استفاده میکنیم و باکتری های مفید دستگاه گوارش از بین میره که این یکی از حمایتگر سیستم دفاعی بدنمون همون میکروارگانیسم ها هستن که اکثرا کمبود میکروارگانیسم ها رو دارن. اما متاسفانه یک کار اشتباهی که اکثرا انجام میدن به محض اینکه دچار سرماخوردگی میشن به هم پیشنهاد میدن دارو استفاده کردی؟ دکتر رفتی؟ ما با استفاده از این داروهایی که مسکن هستن مثل استامینوفن عملکرد سیستم دفاعی بدنمون رو پایین میاریم، یا اصطلاحا سیستم دفاعی بدنمون رو فلج میکنیم. به ظاهر تب میاد پایین که یک مکانیسم کاملا طبیعی بدن در مقابل اون بیماریه، چون وقتی که حرارت بدن بالا میره ویروس ها تو اون حرارت دووم نمیارن و از بین میرن. میدونم که سوال خیلیاتونه، میگین خب تب بالا خطرناکه، میتونه منجر به تشنج بشه. همیشه اینطور نیست. وقتی نیم درجه ما تب داریم یا یک درجه تب داریم هیچ مشکلی به وجود نمیاد و این فوق‌العاده است. ما اجازه بدیم این تب اتفاق بیفته. ما میتونیم با استفاده از راهکارهای طبیعی تب رو کنترل کنیم که لینکشو براتون میذاریم. ویدیوی دکتر جاوید کاملا به این قضیه پرداخته شده که چطور تبتون رو کنترل کنید. پس گفتیم با استفاده از داروهای شیمیایی سیستم دفاعی بدن فلج میشه، اما داروهای طبیعی این مشکل رو ندارن. و وقتی که ما شروع میکنیم به استفاده از آنتی بیوتیک ها سیستم دفاعی بدن ما نمیتونه کارشو درست و اساسی انجام بده، چون این مثل یک مانور نظامی میمونه. وقتی که ما سرما میخوریم با ویروس هایی که میجنگن تواناییشون میره بالاتر و میتونن با سلول های سرطانی بجنگن. یا اینکه اگه ما بیمار بودیم بیمار رو کنترل میکنن، باکتری رو از بین میبره، ویروس از بین میبره، رادیکال های آزاد کنترل میکنه بدون اینکه ما چیزی متوجه بشیم. ما با این حرکات های عجولانه خودمون به سیستم دفاعی بدنمون ضربه میزنیم.
دوستان، توصیه من به شما عزیزان اینه حداقل تا 3 روز از راهکارهای طبیعی استفاده کنید. اجازه بدید آبریزش بینی اتفاق بیفته. در صورتی که بعد از 3 روز شما حالتون بهتر نشد یا اینکه منجر به عفونت شد، از راهکارهای قوی تری استفاده کنید. کسانی که دوست داشته باشن به صورت حضوری ویزیت بشن و درمانهای تکمیلی انجام بدن، میتونید از تور سلامت دکتر گرین لایف استفاده کنید که دفتر کار ما در عمان هست. از ترنسفر فرودگاه گرفته تا رزرو هتل و تهیه غذاهای کاملا سالم و ارگانیک، طی اون 5 روزی که شما اونجا تشریف داشته باشین ازتون حمایت میشه با ویزیت‌های رایگان تا سلامتیتون رو به دست بیارید و پشتیبانی که میشه حتی خدمات بعد از اینکه شما ویزیت شدید ما داریم که میتونید از این خدمات استفاده کنید. امیدوارم همیشه سالم باشید.